نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ایران تلکام با حضور 225 شرکت و واحد تولیدی داخلی و 102 شرکت خارجی یا نمایندگی آنها با سخنرانی وزیر ارتباطات آغاز به کار کرد. در حوزه صنعت مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احساس ما و برداشت ما اینه که با فعال شدن MVNO ها مجموعاً موفق خواهند شد یه حجم معادل 5% بازار رو برای خودشون جذب بکنن. این یک شاخصیه که در نمایشگاه امسال شما میتونید ببینید که اپراتورهای مجازی فعال شدن. یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عرضه و معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی‌های متخصصین و کارشناسان کشورمان و شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی است. چند تا حالا میتونیم به طور کلی میتونیم چند تا وظیفه اصلی داره. یکی این که دورسازی امواج رادیویی به عنوان ریموت کردن میشه ازش استفاده کرد. تمامی خطوط ارتباطی رو از هر حالا میشه نوعی که باشن و میتونن با همدیگه اینا در ارتباط باشن. محصول جدید ما تجهیزات انتقال اپتیک در بستر فیبر نوری که تجهیزات جدیدی که آوردیم به ازای هر فرکانس روی هر لاندا در واقع 100 گیگابیت پر سکند ترافیک رو میتونیم جابجا بکنیم. کاملا بومی سازی شده، سخت افزار و نرم افزارش محصول شرکت خودمون هست. تونستیم تجهیز رو صادر بکنیم. موضوعات و دستاوردهای این نمایشگاه شامل انواع آنتن‌ها و کابل‌های مخابراتی، تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای و انواع سیستم‌های ارتباطی و نرم افزارها و کلیه صنایع و کالاهای خدمات مرتبط به گروه و کارخانجات صنایع مخابراتی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. تولیدات اون تجهیزات RF هستش و تجهیزات ماهواره‌ای. خدمت شما عرض کنم که تجهیزات جدیدمون خیلی زیاده. تولید کننده انواع آمپرفایرهای پرقدرت هستیم. مدل مهندسی ماهواره ناهید 2 که ماهواره ناهید 2 طی قرارداد بین سازمان فضای ایران و پژوهشگاه فضای ایران به اجرا در آمده و انشاءالله قرار هست که تا پایان سال این پروژه تکمیل بشه. که نمایشگاه تلکام چطور بود؟ خدا رو شکر امسال نسبت سال قبل بهتر بود. من چون برای دومین بار شرکت میکنم امسال پربارتر میبینم. نمایشگاه امسال من نسبت به پارسال دارم مقایسه میکنم امسال خیلی حرفه‌ای‌تر و بهتر شده. نمایشگاه تلکام تا 27 مهر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران دایر است و علاقه‌مندان میتوانند از این نمایشگاه